سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که شب خوبی رو آغاز کرده باشین. بابت کمی تأخیر بسیار عذرخواهم. جایی هستم و خب فقط میخواستم که برنامه‌مون رو مطابق هفته های پیش با هم دیگه پیش ببریم و به هر حال وقفه‌ای در انجام برنامه پیش نیاد. به حال پوزش من رو بپذیرید. عرض کنم خدمتتون که خاطر عزیزتون هست که ما با هم دیگه سرود 16 رو دفعه پیش بررسی کردیم از داستان اودیسه و اونجا پدر و پسر به هم دیگه رسیدن. اولیس هویت واقعی خودش رو به تلماک باز گفت در یک فرصتی که ایمه به شهر اومده بود و به هر حال آتنا مطابق معمول به اولیس کمک کرد و اون رو به سیمای واقعی خودش در آورد و در ابتدا بسیار سخت بود برای تلماک بپذیره که پدرش در مقابلشه، ولی در نهایت با برهانهایی که اولیس ارائه کرد به پسر، این دو همدیگر رو در آغوش کشیدن، داستانهایی رو باز گفتن و به هر حال تلماک برای پدر فاش کرد که بله، خواستگارانی هستن و اینها دارن تلاش میکنن که دل مادر رو به دست بیارن و البته دارن تمام اموال و زندگی تو رو حیف و میل میکنن. نقشه‌ای کشیدن با هم دیگه، اول اینکه تلماک باید بره و زمینه رو بسنجه و ببینه که شرایط به چه ترتیبی هست و یه سری از سلاح‌ها رو هم بهش پیشنهاد کرد و توصیه کرد که اونا رو دور کنه از جلوی دید خواستگاران و از دسترس خواستگاران و به این ترتیب در واقع یک هم میخوان وقت بخرن برای که بفهمن کیا بهشون وفادار موندن و کیا دارن خیانت میکنن. در سرود 17 ما شاهد بازگشت تلماک به سرای پدر هستیم. یعنی در واقع با آغاز سرود میگه که زمانی که سپیده سر میزنه، تلماک صندل‌های زیبای خودش رو میپوشه و میگه که من میرم به کاخ پدر تا اونجا ببینم که به هر حال خواستگاران چه در سر میپرورانن و چه دسیسه چیدن. طبیعیه که ایمه نگران میشه و میگه که باز بیشتر باید اینجا میموندی تا ما بدونیم به هر حال آیا خطری تو رو تهدید نمیکنه، ولی تلماک میگه که من باید برم و مادرم رو از دلنگرانی بیرون بیارم. اون که رهسپار میشه، بعد اولیس و ایمه خوکبان با هم دیگه به در واقع خوردن صبحانه شون می نشینن و بعد اولیس هم، البته تلماک قبلش به ایمه توصیه می کنه که میگه این مرد رو، درسته که من به هر حال به نوعی میزبان اون هستم، ولی علاقمندم که بعد از اینکه من رفتم و شما هم صبحانتون رو خوردین، این رو راهنماییش کنی و بیاریش به نزد خواستگاران، برای اینکه این مرد به هر حال شغلش گدایی و دریوزگیه و شاید اینها دلشون بسوزه و چیزی بهش بدن. طبیعیه که در پس ذهنش در واقع میخواد که ویس پدر بیاد و محیط رو بسنجه و بدونه که به هر حال چه نقشه‌ای بکشن و چه کار باید بکنه. ایمه در ابتدا نگرانه، ولی خب به هر حال میگه که من
اگه دست خودم بود این کارو نمی‌کردم، ولی شما ارباب من هستی، داری دستور میدی و برابر این چشم، بعد از اینکه شما رفت سپاه شدید من هم ایشون رو میارم. بعد ما میبینیم که تلماک به کاخ پدر میرسه و اونجا خواستگاران یکی پس از دیگری میان میبیننش. میگه همگان در دل خیال از بین بردن اون رو در سر میپرورونن، ولی به ظاهر دارن تلاش میکنن که خودشون رو شاد نشون بدن. و خب ازش میپرسن که در سفر چطور بود، کما اینکه شما در صعود قبل دیدین اینها دیدبانهایی و یک کشتی فرستاده بودن که اصلا نذارن تلماک وارد جزیره بشه و اون رو تو وسط دریا از پای در بیارن، اما به کمک خدایان تونست تلماک وارد جزیره بشه و اونها اصلا نبیننش. بعد تلماک به خدمت مادر میره، پنلوپ رو میبینه و مادر شروع میکنه به گریه و زاری کردن و ببخشید. بعد از اینکه اینها با همدیگه دیدار رو تازه میکنن، ازش میپرسه که از پدرت چه خبری آوردی. داستان رو براش تعریف میکنه، میگه من رفتم و یکی یکی چه کسانی رو دیدم و بعد هلن رو که در واقع تمام این داستان‌های جنگ تروآ بر سر اون بود دیدم و منلاس رو هم البته دیدم و اینها به من گفتن که یک پیرمرد دریا به اونها گفته که پدر من زنده است و در نزد کالیپسو به سر میبره و تا اینجای داستان رو اینها میدونستن و میشناختن و گویا خبر از آمدن پدر میدن. طبیعیه که پنلوپ باور نمیکنه و خب شرایطشون به هر حال توی این سرا خیلی خوب نیست و تلماک ازش میخواد که بره و به هر حال آبی به سر و صورت بزنه، دیده ای تازه کنه و صورتش رو بشویه و بنابراین آماده بشن برای اینکه حالا به هر حال بخوان ادامه روز رو داشته باشن. و بعد اونجاست که میاد نزد خواستگاران و اینها یکی یکی ازش احوال پرسی میکنن و ازش میخوان که داستان سفرش رو تعریف کنه، که البته تلماک به نوعی شونه خالی میکنه از این کار. از سوی دیگه اگه یادتون بیاد فردی رو با خودش آورده بود، اون فرد ادعا میکرد که پیشگویی بلده و انگار قتلی انجام داده و برای اینکه مصون باشه از دست خانواده اون مقتول، از تلماک خواسته بود که با خودش اون رو بیاره به جزیره و به هر حال بتونه به این ترتیب جان سالم در ببره. اون فرد با یکی از نزدیکان تلماک نزد اون شب رو گذرانده بود و حالا آوردتش پیش تلماک و تلماک بهش میگه که چه پیشگویی میکنی از شرایطی که داری اینجا میبینی و اون بشارت میده به تلماک که میگه پدر تو الان در همین جزیره است و داره شرایطی رو آماده میکنه برای اینکه خودش رو بخواد به اطرافیانش نشون بده، اما به این سادگی نیست و خب داره زمینه رو میسنجه که چطور باید وارد عمل بشه. این خیلی جالبه برای تلماک، بنابراین به پیشگو بودن این فرد اعتقاد کامل پیدا میکنه به خاطر اینکه خودش میدونه که پدر برگشته. از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که اولیس به همراه ایمه اینها وارد راه میشن برای که بیان. به هر حال یک فاصله بود بین اون آغل خوک‌ها، خوکبان ایمه و کاخ اولیس و البته قبلش اولیس از ایمه میخواد که یه مقدار لباس بهش بده، میگه لباس‌های من بسیار ژنده و پاره است و امکان داره که من سرما بخورم. تو راه که دارم میان یک بزچرانی رو میبینن که انگار بزهای اولیس رو میبرده، ولی یک جورایی انگار خیانتکار هم هست به خاطری که رفته به سمت خواستگارها و از ایمه میپرسه که این فردی که با خودت آوردی کی هست. میگه که این به هر حال سرنوشتش این بوده و من با خودم دارم میارم برای اینکه شاید طلب خوراکی و پوشاکی از خواستگاران کنه و اونها کمکش کنن. و اون خوکبان ببخشین بزچران شروع میکنه به توهین کردن و بدترین فحش ها رو به
این گدایی که میپنداره که به هر حال فرد بینوایی است و اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه که میتونه لویس باشه، و البته یک لگدی هم نثار اولیس میکنه و میگه که تو اصلا برای چی اومدی اینجا، چه دلیلی داره که تو بیای اینجا گدایی کنی، ما خودمون کم گدا اینجا نداریم. و به این ترتیب انگار اولین فرد ماهیت واقعی خودش رو نشون میده. اولیس به ذهنش میرسه چوب دستی رو که قبلا از اومه درخواست کرده بود و گرفته بیاد بر سر این فرد بکوبه و اون رو بکشتش، ولی خب باز میتونه جلوی خودش رو بگیره به دلیل اینکه فکر میکنه که طبیعتاً اونطوری بعداً هویتش حداقل نزد اومه فاش میشه و میگه که چطور این پیرمرد نزار تونست با این قدرت بیاد و این ضربه رو به این مرد بزنه و بکشتش. بنابراین خیلی خودداری میکنه و با این ترتیب میرسن نزد در واقع جلوی سرای اولیس. همین که میبینه اونجا رو از دور، خب طبیعیه که 20 سال دور بوده و میگه که من میتونم حدس بزنم که این سرای اولیسه، و خب به ظاهر سعی میکنه به بیمه نشون بده که این اولین بار داره اینجا رو میبینه، اما در دل داره خون دل میخوره و خب بعد میبینه که چه فضای اونجا هست و بهش میگه که به ایمه میگه یا تو اول برو یا من. اینطوری جالب نیست که دوتایی با هم بریم، مثلا ما نمیدونیم چه واکنشی خواستگاران به ما نشون میدن و بهتره که یکیمون اول بره. و طبیعتا ایمه میگه من جلوتر میرم و به ایمه داخل میشه، به تلماک میگه که من فرمان شما رو انجام دادم، اون پیرمرد درمانده رو آوردم اینجا برای اینکه خواستگاران شاید دلشون بر اون بسوزه، هم خوراکی بهش بدن و هم پوشاک. و به این ترتیب فضا رو آماده میکنه، تلماک میگه بیارش داخل برای اینکه ما ببینیم که واکنش خواستگاران چه هست. بعد اولیس وارد میشه و خب طبیعیه که همگان تعجب میکنن، این توی این جزیره همه همدیگر رو میشناختن توی این مدت، یه عده‌ای شروع میکنن بهش ناسزا گفتن، از جمله اون بزچرانی که توی راه هم به یک ضربه‌ای نثار اولیس کرده بود و میگه که بله این فرد رو ببینید، این آدم بدبخت مفلوک اومده توی این جزیره، انگار ما خودمون گدا تا کنون نداشتیم که این هم بهش اضافه شد و من توصیه میکنم که اون رو از اینجا برونیم. و بعد اولیس شروع میکنه باز داستانهایی میبافه از خودش، به خاطری که به هر حال بهش میگن اولیس هزار هیله، و میگه که من از خانواده بزرگی بودم، برای خودم خدم و حشمی داشتم و امروز هم به هر حال سرنوشت دست سرنوشت من رو به اینجا آورده و در مصر چه و چه بر من گذشت، و اگر دارایی هست، اگر چیزی هست که شما در اختیار دارید و به هر حال از قضاتون از آنچه که اضافه آوردین به من بدین تا من به هر حال از این از خان نعمت شما برخوردار بشم و شما رو دعا کنم نزد خدایم. یکی از خواستگاران که خیلی از بقیه بدجنستره شروع میکنه سر به سر اولیس گذاشتن و بهش فحش‌های بد دادن و حتی تا جایی که اولیس مجبور میشه جوابشو بده و میگه تو انقدر گستاخی که پاسخ من رو هم میدی و به من جواب میدی، و بلند میشه نیمکتی که زیر چهارپایه‌ای که زیر پاش بود رو بلند میکنه و به شدت بر شانه اولیس میکوبه، ولی چون قوی هیکل اولیس در واقع هیچ خم به ابرو نمیاره و میگه که امیدوارم که خدایان جواب تو رو بدن، و میگه در دل داره فکر میکنه چطور انتقام این بیپروایی این فرد رو که حالا دیگه میدونه بدجنسترین خواستگاران هست چطور باید پاسخ این رو بده. یه عده‌ای از خواستگاران دیگه شروع میکنن و اعتراض میکنن، میگن بابا این اصلا شاید یک خدایی باشه و ما میدونیم خدایان در هیئت‌های متفاوت ظاهر میشن بر انسان‌ها برای اینکه اینها بسنجن زمینه رو و مورد آزمایش قرار بدن افراد، و اینقدر به این فرد بی احترامی نکنید، اینقدر بهش سخت نگیرید،
باشد که خدایان ما رو مورد عذاب قرار ندن. بنابراین بعضی هاشون به هر حال این احتیاط رو به خرج میدن، فکر نمی کنن این ایبلیس باشه ولی فکر می کنن شاید از خدایان باشه. یه اتفاقی که میفته توی این سرود 17 هم اینه که ایبلیس سگی داشته که این سگ انگار یک توله‌ای بوده در زمانی که ایبلیس دور می شده از و می رفته به سمت تروا و می بینه که در جلوی سرها که می رسه می بینه یک سگی در غرق در کثافت و شپش تمام پشمش رو گرفته و به ایمه میگه این سگه رو میشناسه، سگه هم اربابش رو میشناسه و به ایمه میگه که این سگ داستانش چیه، این چرا باید اینطوری کثیف و در میان این آشغال‌ها و زباله‌ها و کثافت باشه و ایمه بهش میگه که بله این زمانی که ارباب ما میرفت یک توله‌ای بود و خیلی هم البته ارباب اینو دوستش داشت ولی خب دیگه بعد از اون کسی نبود که از این تیمارداری کنه و بخواد بهش برسه و این حال و روزش تو این 20 سال اینه. و جالبه که قبل از اینکه ایمه وارد سرای بشه فقط در یه خط این خونیاگر یا هومر یا هر کس بوده اعلام می‌داره که سگ از میزان تأثری که بهش دست میده که بعد از 20 سال ارباب خودش رو دیده در جا میمیره و این خیلی خیلی معروفه در اساطیر به عنوان وفاداری یک سگ نسبت به اربابش، این که بعد از 20 سال اونو میشناسه و خب کسی متوجه نمیشه که به هر حال این ایبلیس رو دیده و از این اندوه و شاید هم از خوشحالی جان داده این سگ. و بعد اتفاق دیگری که میفته اینه که پنلوپ ایمه رو میخواد و بهش میگه که این پیرمردی که اینطوری آوردی و جار و جنجال را افتاده دور حول و حوشش و دارن بهش بی احترامی میکنن کی چه کسیست؟ میگه بله من سه شبه که در سرای من بوده و حرفهای خیلی خوبی میزنه، امیدواری میده و پنلوپ میگه بیارش پیش من ببینم که شاید از ایبلیس خبری داشته باشه. به هر حال این یک غریبه است و میگی که سرگذشت‌های زیادی رو از سر گذرونده و بگو بیاد من باهاش صحبت کنم. جالبه که ایبلیس وقتی که ایمه پیغام رو براش میاره میگه که برو و به بانوی خودت بگو که خواستگاران الان روی من خیلی حساسن و تعجب میکنن که شما که یک بانوی بزرگی هستی چطور من پیرمرد دورگرد گدا رو با این سر و وضع به در واقع به درگاه خودت و به دربار خودت پذیرفتی و میخوای با من صحبت کنی. حساسیتشون رو جلب نکنیم. وقتی که شب شد و اینها بعد از اون شادخاری که کردن و جشنی که هر شب برگزار میکنن وقتی رفتن که بخوابن بعد من میام نزد تو و با هم دیگه صحبت میکنیم. وقتی که این پیغام رو ایمه برای پنلوپ میاره، پنلوپ به در واقع ذکاوت این مرد خیلی احساس خوبی بهش دست میده و تحسین میکنه و میگه که بله به نظر نمیاد که یک فرد تنگ دستی باشه و خالی از دور از خرد. این بحث خرد دوستان من بهش اشاره کردم و خب البته بعد داستان در سرود 20 در سرود ببخشید 17 هم به همین ترتیب به پایان میرسه که خواستگاران شروع میکنن به شادخواری. تلماک پنلوپ برمیگرده به اتاق خودش و همراه ندیمه‌هاش و خواستگاران تا پاسی از شب اینها شادخواری میکنن و پایکوبی میکنن و اموال ایبلیس رو دارن اینطوری از بین میبرن و داستان به این ترتیب به پایان میرسه. من خیلی دوست داشتم که خدمت عزیزان تو این بحث جنون، چون یکی از دانشجویان خود من هم راجع به جنون و بیخردی نزد پادشاهان یک پایان نامه نوشت و خب یک سمیناری هم در تبریز بود که ایشون رفت و اونجا یک مقاله ارائه داد، این بحث جنون و بیخردی ما در ایلیاد دیدیم که دامنگیر آگاممنون میشه. البته آگاممنون معتقد در واقع معترف به این که من خدایان من رو فریفتن و من بی تقصیر بودم. یک کتابی هم در مورد همین بحث حقوقی بیخردی آگاممنون
نوشته شده توسط یک محقق انگلیسی، خیلی تو این حوزه کار شده. اخیراً کتابی رو برای بار دوم دوباره دارم میخونم، بسیار زیباست. من فکر میکنم شرایط کنونی ما و دنیای امروز رو هم به تصویر میکشه. حتما شما عزیزان بهتر از من میشناسین این کتاب رو، تاریخ بیخردی، باربارا تاکمن، روزنامه‌نگار معروف و فقید امریکایی که حسن کامشاد ترجمه کرد، از جنگ تروا تا ویتنام، که میاد و به تصویر میکشه بیخردی بشر رو که در طول تاریخ بارها و بارها تکرار میشه. و هومر هم در این داستان به بیخردی خواستگاران و اینکه عاقبت کار رو نمیسنجن اشاره میکنه. و من حتما توصیه میکنم خدمت شما عزیزان که ببینید این کتاب رو، بخونید و بتونید به هر حال ازش بهره ببرید، به خاطر اینکه بسیار بسیار زیبا به تصویر کشیده و فضایی رو که به تصویر میکشه، فضای بیخردی انسانها در طی تاریخ، و حتما بهره و لذت خواهید برد برای از اینکه ببینید که چطور انسانها در طی تاریخ بارها و بارها قدرت باعث شده که نبینن واقعیات رو و فریفته بشن و در نهایت موجبات نابودی خودشون رو فراهم کنن. ما داستان اسب تروا رو به صورت مستقیم و به صورت آشکار از زبان هومر نمیشنویم و نمیبینیم این داستان رو به صورت کامل، اما میگن در یک حماسه‌ای که در قرن‌های ششم قبل از میلاد مسیح یا شاید هفتم، چون نیست این حماسه امروز، لو ساک دو تروا، اونجا تعریف شده این داستان به صورت کامل، و خب الان فقط یک بخش هایی از اون باقی مونده و نزد دیگران خلاصه هایی، و بعد در دوران قرون وسطا بود که نوشته های پستومریک، یعنی پس از هومر، اومدن و این داستان رو به شاخ و برگ دادن و گفتن که چطور به هر حال ایلیاد فتح شد با اون حقه و حربه ای که اولیس به خرج داد و وارد درون در واقع اون اسب چوبی اینا شدن به دی از سربازان و چطور تونستن وارد بشن. تو اون کتاب به خیلی خیلی به تفصیل صحبت میکنه. اینجا هم بحث خرد و بیخردی رو به تصویر میکشه و خب برای من جالب بود که دارم راجع به این بحث صحبت میکنم و برای بار دوم اون کتاب رو میخونم، گفتم خدمت شما هم این رو معرفی کرده باشم. مطمئنا میشناسید و این بحث بیخردی نزد پادشاهان یک بحث بسیار بسیار معروفی است که در غرب خیلی روش کار کردن. البته در ایران خود ما هم میدونید مثلا مصطفی رحیمی تراژدی قدرت در شاهنامه رو داره که اونجا در مورد باز بحث قدرت خیلی صحبت میکنه. این به عنوان یک سوژه خیلی فلسفی، فوکو که معرف حضورتون هست خیلی روی قدرت کار کرده. اگر کسی میخواد به هر حال درباره این بحث بخواد وارد جزئیات بشه و با نگاه فوکویی میشه این المان و سوژه قدرت رو چه در آثار اسطوره‌ای و چه در عرض کنم که حماسه ها مورد بررسی قرار داد و مقایسه کرد در واقع ایلیاد، اودیسه و شاهنامه رو برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما که میخوان مقاله و پایان‌نامه بنویسن. من عذرخواهم به خاطر که امشب به حال یه مقداری سر و صدا هم بود، من جای میهمان هستم و به خاطر این تغییر مکان و اینکه زودتر یه مقدار به پایان میرسونم، امیدوارم که ادامه شب خوبی رو پیش روی داشته باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و خواهش میکنم مواظب خودتون و اطرافیان باشین در این شرایط کرونایی. شب بخیر، خدا نگهدار.